سرخط خبرها. پیام شوکه کننده طالبان به جهان. بستن آرایشگاه های زنانه. مقام سازمان ملل می گوید طالبان در تلاش حذف زنان از زندگی عمومی است. حمله زاهدان ایران. ترورستان کشته شدند و دو نیروی امنیتی پس از مقاومت جانانه به شهادت رسیدند. و مرزبانان ایرانی یک جوان افغان را در فرار کشتند. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. بستن آرایشگاه های زنانه. مقام سازمان ملل می گوید طالبان در تلاش حذف زنان از زندگی عمومی است. مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل می گوید بسته شدن آرایشگاه های زنانه به دستور طالبان ضربه دیگر به حقوق زنان و تلاش برای بیشتر برای حذف آنها از زندگی عمومی است. سیما باهوس روز جمعه 16 سرطان در تیویت نوشت زنان باید در آینده افغانستان شامل باشند. طالبان اخیراً به دستور شفایی منصوب به هیبت الله خنزاده رهبر این گروه دستور بستن تمام آرایشگاه های زنانه را صادر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که با این دستور طالبان حدود 60 هزار زن در سرتاسر افغانستان کار خود را از دست می دهد. رینا امیری نماینده امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته این دستور طالبان افغانستان را پیش از پیش به مکان بهرم و منزوی تبدیل می کند. آکف ماجر سخنگوی وزارت امر بن معروف نهی از منکر طالبان روز پنجشنبه 15 سرطان درباره بسته شدن آرایشگاه های زنانه گفت در این وضعیت بد اقتصادی در آرایشگاه ها اسراف می شد. او همچنین برداشتن ابرو و افزودن مو در سالن های زیبایی را مخالفت آشکار با شریعت خوانده است. حمله زاهدان ایران. ترورستان کشته شدند و دو نیروی امنیتی پس از مقاومت جانانه به شهادت رسیدند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که در حمله به کلانتری 16 در زاهدان دو نیروی پلیس این کشور و 4 مهاجم کشته شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم این حمله صبح امروز شنبه 17 سرطان آغاز شده بود و با کشته شدن ترورست ها پایان یافته است. تسنیم به نقل از فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از نیروهای پلیس ایران که در این حمله کشته شدند علی کیخا و وظیفه رشیدی نام برده است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود ترورست ها توسط عوامل کلانتری زمین گیر شدند و دو نفر از عوامل کلانتری پس از مقاومت جانانه به شهادت رسیدند. زاهدان ایران پس از حمله به مسجد مکی و کشته شدن ده ها نفر شاهد اعتراضات گسترده علیه حکومت این کشور بوده است. با این حال مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در اعلامیه از این رویداد ابراز تأسف کرده و گفته است پیشا پیش نگرانی و براءت خویش را از هر نوع خشونت اعلام می دارم. پیام عجیب طالبان به تمام جهان. واکنش طالبان به خواست تهران. ایجاد نظام فراگیر هیچ ارتباط با کشورهای دیگر ندارد. سخنگوی طالبان در واکنش به خواست مکرر ایران مبنی بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه گروه های قومی این کشور گفته که رژیم این گروه فراگیر است. ذبیح‌الله مجاهد به بی بی سی گفت رژیم طالبان فراگیر است و تاکید کرد که این موضوع هیچ ارتباط با کشورهای دیگر ندارد. نامبرده افزوده موضوع اصلی این است که کشورهایی که میخواهند با افغانستان تعامل داشته باشند و به بهبودی و ثبات در کشور کمک میکنند این موضوع را باید هم مد نظر داشته باشند که در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند. ایجاد و ساختار نظام در افغانستان کار افغان هاست و به کشورهای دیگر هیچ ارتباط ندارد. آقای مجاهد تاکید کرد که خواست ما از کشورها این است که روی مسائل تمرکز کنند که باعث تقویت روابط دو کشور می شوند. مجاهد مدعی شد که رژیم طالبان همین حالا هم همه شمول است و تمام شهروندان در رژیم این گروه نماینده خود را دارند. و واکنش طالبان در حال است که حسین وزیر امور خارجه ایران برای چندمین بار خواستار ایجاد حکومت فراگیر با حضور همه اقوام در افغانستان شده است. مرزبانان ایرانی یک جوان افغان را در فرار کشتند.
منابع محلی در فرا از کشته شدن یک جوان افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی خبر می‌دهند. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این جوان چهارشنبه شب 14 سرطان هنگامی که می‌خواست با چند تن دیگر به گونه قاچاق وارد ایران شود، در مرز پشپی با گلوله‌باری مرزبانان ایرانی کشته شده است. منابع همچنان تایید می‌کنند که در این تیراندازی چند جوان دیگر نیز زخمی شدند، اما آمار دقیق از زخمیان در دست نیست. منابع اضافه میکنند که این جوانان از طریق ولسوالی لاشوجون ولایت فرا که هم مرز با کشور ایران است میخواستند وارد آن کشور شوند. این در حال است که حدود یک هفته پیش نیز مرزبانان ایرانی در نیمروز 5 جوان افغان را هنگامی که میخواستند به گونه غیرقانونی وارد خاک ایران شوند با ضرب گلوله کشته بودند. ملل متحد 60% دختران در افغانستان از رفتن به مکتب به دور ماندند. صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد میگوید که 60% دختران و 46% پسران در افغانستان از رفتن به مکتب و ادامه آموزش به دور ماندند. این نهاد میگوید که ژاپن برای بهبود کیفیت آموزش 10 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. انتظار صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد این است که با این کمک ژاپن خدمات آموزشی برای 7000 کودک فراهم خواهد شد. جیکا یا برنامه همکاری جهانی ژاپن برای پشتیبانی از آموزش و پرورش در افغانستان 10 میلیون دلار کمک میکند و انتظار میرود با این کمک ژاپن برای بیش از 70000 کودک در افغانستان زمینه آموزش فراهم شود. این کمک ژاپن از طریق صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد به مصرف میرسد. یونیسف گزارش داده است که این مقدار پول در بخش‌های ساخت مکتب، بهبود محیط زیست، برای 55000 دانش آموز، افزایش ظرفیت آموزگاران و بازسازی صنف‌های آموزشی هزینه خواهد شد. سفیر ژاپن در افغانستان می‌گوید هر کودک سزاوار یک صنف درسی امن و مجهز است، جایی که بتواند روی درس‌های خود تمرکز کند و با کیفیت آموزش معلمان خود اعتماد کند. صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد می‌گوید که 60% دختران و 46% از پسران واجد شرایط مکتب از آموزش به دور ماندند و حتی بسیاری از دانش آموزان شامل در مکتب به گونه درست آموزش نمی بینند. نماینده یونیسف در افغانستان می گوید نه تنها می خواهیم هر کودک را در مکتب ببینیم، بلکه می خواهیم یادگیری مستمر را هم در محیط های رسمی و غیر رسمی مبتنی بر جامعه و دسترسی با آموزش با کیفیت پرورش داده و تسهیل کنیم. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.